خوانندگان عزیز، اسمم امیلیا کلارک هستش. من 28 سالمه و دانشجو هستم. من این متن رو نوشتم تا به همه شهادت بدم و تا جایی که ممکنه همه از داستانم با خبر بشن. حالا شما از قبل موضوعی رو که میخوام در موردش حرف بزنم میدونستید. اونا در روزنامه‌ها و تلویزیون در موردش خیلی صحبت کردن، اما من کاملا مطمئنم که چیزایی خواهید شنید که قبلا گفته نشده بود. بیایید شروع کنیم. چند روزی بود که از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شدم. من خیلی خوشحال بودم، بیشتر به این دلیل که حالا دیگه در جراحی تخصص دارم. پس تصمیم گرفتم همونطور که دارم حرفم‌و ادامه میدم، کاریم پیدا کنم. وقتی در اینترنت دنبالش گشتم، در یه رستوران معروف پیشنهاد کاری پیدا کردم. به خاطر گوشت مرغوبش معروف بود. بهش میگفتم مستر میت یا آقای گوشت. من برای صاحب رستوران نوشتم. در اولین برخورد حس خوبی بهم داد. به نظر می رسید مهربونه. هر چیزی که میخواستم بدونم و توضیح میداد. کاری بود که خیلی بد نبود. پس من قبولش کردم. اون به هم وقت ملاقات داد. برای 2 روز بعد ساعت 10 شب. منم قبول کردم. مکان قرار در نیو مکزیکو بود. وسطهای بیابون بود. و مدتی طول کشید تا با ماشین به اونجا برسیم. امیدوار بودم که قرار ملاقات خیلی طول نکشه. چون روز بعدش باید صبح زود بیدار میشدم میرفتم سر کلاس. خیلی شک کرده بودم. صاحب رستوران برام نوشت که نمیدونه من چقدر باید بمونم و لازمه که من هر چقدر که لازمه بمونم. این جوابش حس عجیبی بهم داد. ساعت 9:56 شب جلوی رستوران مستر میت ایستاده بودم. وسط ناکجا آباد بود. باید اعتراف کنم که مکان اونجا واقعا نگران کننده بود. از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل. زنگی نداشت و مهمتر از همه هیچ صدایی شنیده نمیشد. رفتم سمت در و در زدم. از داخل آهنگ کریسمس شنیدم. صدای قدم‌هایی می‌شنیدم که نزدیک می‌شد و یه صدای مردونه که می‌گفت امیلیا می‌تونی بیای داخل. من در بزرگ و هل دادم تا باز بشه و اونو دیدم. مردی که بعدش منو دوسید. روی مبلش نشسته بود و ازم خواست که کنارش بشینم. بعد از معرفی خودش بهم گفت که خوشحاله چون یه نیروی دختر می‌خواست تا براش کار کنه و بعد از این حرفی که زد شروع کرد به خندیدن. و وقتی خندید تونستم ببینم که دندوناش قرمز بود، انگار که آغشته به خون بود. اون خنده منو ترسون و من یه انگیزه قوی برای ترک و رد اون فرصت شغلی داشتم. بعد ازش پرسیدم رستوران کجاست. بهم گفت اون طرف خونه است. اون بهم گفت الان دیگه نیازی به دیدن رستوران نیستش. حقیقتا اون خیلی مشکوک میزد و چند لحظه بدون اینکه بهم چیزی بگه بهم زل زده بود. بعد از صحبت در مورد حقوق و چیزهای مربوط به کار گفت چند لحظه میخواد بره دستشویی. به هم یه پیتزا داد تا بخورم و این همون پیتزایی که روی میز میبینید. روبروی مبل خیلی خوشمزه بود. اما بعد از 10 دقیقه آقای میت بر نگشت. برام عجیب بود. وقتی هم که اسمشو پرسیدم عجیب غریب بود. به هم گفت آقای میته. کاملا واضح بود که نمیخواست اسمشو به هم بگه. بعد از حدود 25 دقیقه آقای میت برگشت. به هم گفت داشته چیزی رو در رستوران درست میکرده. اما من متوجه چیزی شدم. دهانش به خون بیشتری آغشته شده بود. واقعا نمیدونم، اما انگار فقط یه چیزی خورده بود. ازم پرسید که پیتزا خوب بود. فکر کردم که اون یه چیز عجیبی خورده باشه. نفسش بوی وحشتناکی میداد. بعدن تصمیم گرفت منو به انبار ببره تا بچه خودچه‌ای رو ببینم. چیزی که الان داخل قفس میبینید. آقای میت منو برد انبار، اما من آخر نفهمیدم این رستوران لعنتی کجاست. به همه چیز شک میکردم. استرس زیادی داشتم. آقای میت به هم بچه خوکچه نشون داد و شروع کرد به هم توضیح داد که خودش تمام این بچه خوکچه ها رو میکشه. اون لحظه غریزم به هم میگفت از اون خونه فرار کن. باید از این شغل فرار کنم. این مرد خیلی عجیب بود. من و اون تنها بودیم. اگرچه من خوشکم زده بود و نمیخواستم به آقای میت نگاه کنم. کسی که اون لحظه به هم خیره شده بود. بعد به هم گفت چرا شب و اینجا نمیمونی؟ من یه اتاق با یه تخت راحت دارم. میتونم فردا برات صبحونه درست کنم و بعد میتونی بری خونه. اون لحظه شروع کردم به لرزیدن و با صدای لرزون بهش جواب دادم که الان باید برم خونه و به همه چیز فکر کنم. بهش گفتم که برمیگردم. اون لحظه بهم گفت تو ازم ترسیدی مگه نه؟ بیا بریم بهت اتاقو نشون میدم. اگه خوشت اومد همینجا با من میمونی. الان دیگه خیلی دیره. هنوزم میلرزیدم. گفتم خب یه نگاهی میندازم. توان فرار کردن نداشتم. وحشت کرده بودم. اتاق بعد از گاراژ بود. وارد شدیم. کثیف بود و بو میداد. وضعیت افتضاحی بود. ترسم بزرگتر شد. به دیوار اتاق زنجیر بسته شده بود. خیلی شک کرده بودم که آقای میت یا دیوونه است یا روانپریشه. بلافاصله بهش گفتم از اینجا خوشم نیومد و باید برم خونه.
با حالت تقریبا عصبی بهم نگاه کرد. بعد بهم گفت یه اتاق بهتر بالای پله‌ها داره. بهش گفتم نمیخوام اینجا بخوابم. بعد باهاش خدافظی کردم و به سمت درب خروجی رفتم. دقیقا وقتی در رو باز کردم آقای میک بهم گفت نه تو همین حالا با هم میای تا اتاقو ببینی. من سمتش چرخیدم. یه تیکه گوشت توی دستش بود. آقای میتی انسان عادی نبود. به محض اینکه اون صحنه رو دیدم دویدم بیرون و کلید ماشین توی دستم بود. اما ماشین اونجا نبود. اونجا نبود. من نمیفهمیدم. آخه چرا؟ کسی اونو ازم دزدیده بود؟ بیرون وایستادم. نمیتونستم باور کنم. این وضعیتی بود که خودم باعثش شده بودم. آقای میت پشت سرم بود. بهم گفت که ماشینم اونجا نیست و من نمیتونم برم خونه. اون لحظه منو گرفت و بردم بالای پله‌ها. من جیغ می‌زدم و می‌خواستم خودم رو نجات بدم اما نتونستم. اون منو برد توی حموم، پرتم کرد روی زمین. بعد به وان اشاره کرد و گفت این ماده رو می‌بینی؟ این اسیده. اینجا حموم نکن. بعد موبایلمو ازم گرفت و انداختش توی اسید. بعد رفت بیرون و درو قفل کرد. اینجا بود که دیگه تنها شدم. توی حمام روانی، یه آدم دیوونه که گوشت خام می‌خورد. وحشت کرده بودم. ترسیده بودم که نکنه منو بکشه. وقتی منو به زور توی حموم انداخت، پامو زخمی کرد. باعث شد خونریزی کنه. تصمیم گرفتم با خونم روی آینه بنویسم بهم کمک کنید. بعد توی آشپزخونه‌اش بیدار شدم. به صندلی بسته شده بودم. روبروی من آقای میت گوشت خورد می‌کرد و روی میز توی بشقاب تیکه‌ای از گوشت خام بود. فکر می‌کردم بهم مواد تزریق کرده باشه چون خیلی حس ضعف داشتم. حس می‌کردم مریض شدم و دستام می‌لرزید. آقای میت بهم گفت اگه می‌خوای نجات پیدا کنی گوشتتو بخور. من چیزی نخوردم. فقط به مرد ترسناک نگاه می‌کردم که داشت گوشت خام پای خوک می‌خورد. از اینجا به بعد دیگه چیز زیادی یادم نیستش. احتمالاً به خاطر اینه که آقای میت بهم مواد تزریق می‌کرد. من یادمه که توی اتاقی بودم که توش پا آویزون بود. فکر میکردم توهم زدم و حالا میفهمم که اون پاها واقعا پای انسان بودن. در واقع سلولی که منو حدود یک ماه اونجا نگه داشت و یادمه توی اون سلول یه لامپ و تخت بود و خیلی سرد بود. از سرمای اونجا همیشه یخ میزدم. برای غذا آقای میت بهم یه ماده زردرنگ میداد تا بنوشم. خیلی شیرین بود اما منو سیر میکرد. نمیدونم اون بهم چی میداد. حقیقتش اینه که من هیچ وقت گرسنه نبودم. بعد اون همیشه سرنگ‌هایی که نمیدونستم چی هستن رو بهم تزریق می‌کرد. احتمالاً مواد بودش چون همیشه حس ضعف داشتم و نمیتونستم به خاطر لرز بدنم بلند بشم. یه چیز دیگه یادمه. گاهی اوقات آقای میت میومد توی سلولم و بهم نشون میداد چطور خوک می‌کشه. با بازوهاش اونا رو خورد می‌کرد. نمیتونستم بفهمم مگه اون چقدر قویه. بعد اون برای مدت خوک رو توی سلول می‌ذاشت و بعد مدت میومد داخل و همه چیزو تمیز می‌کرد. همیشه یه تیکه گوشت توی دستش داشت. داستان من با یه روز خاص به پایان میرسه. مردی که زندگیمو نجات داد. یه روز به جای اینکه توی سلول بیدار بشم، توی اداره پلیس بیدار شدم. اونا همه چیزو توضیح دادن و آقای میتم دستگیر شده بود. الان در یه پیتزا فروشی کار میکنم. گاهی اوقات یاد اون موقعا میافتم. تا 6 ماه کابوس میدیدم و دیگه به گوش لب نزدم. گوش منو یاد آقای میت میندازه. اون خیلی گوش دوست داشت. خب دوستان، امیدوارم از این داستان ترسناک راجب مستر میت خوشتون اومده باشه. ازتونم ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیو بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.